نامگذاری 25 اردیبهشت به عنوان روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی و پاسداشت زبان فارسی نشان می دهد که مهمترین وجه و ویژگی او این است که فردوسی زبان فارسی را زنده کرد در ادامه همکارم نگاهی به خدمات این شاعر شیعه پرداخته که در ادامه با هم می بینیم. بیست پنجم اردی بهشت ماه روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران و سراینده شاهنامه است حکیم ابوالقاسم حسن ابن علی توسی ملقب به فردوسی در سال 329 هجری قمری 319 هجری شمسی در دامنه توس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد شاهنامه هماسی منظوم بر حسب دست نوشته های موجود در برگیرنده نزدیک به پنجاه هزار تا شست هزار بیت و یکی از بزرگترین و ترین سروده های هماسی جهان اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است که سرایش آن دستاورد دست کم سی سال کار پیوسته این سخنسرای فارسی زبان است موضوع این اثر اسطوره ها و تاریخ فارسی ایران کهن در سده هفتم میلادی است. شاهنامه از سه بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و قهرمانی تشکیل شده و در بحر متقارب مصمن محذوف نگاشته شده است. تاریخ نویسان متعددی بر شیعه بودن فردوسی اتفاق نظر دارند جلال خالقی مطلق شاهنامه پژوه ایرانی معتقد است اعتقاد فردوسی به تشیع از خود شاهنامه پیداست فردوسی در شاهنامه چند بار ارادت خود را به حضرت علی علیه السلام و خاندان پاکش ابراز داشته و بر آن تاکید ورزیده است او در دیباچه کتاب و آغاز و انجام داستانها به شیوه یک مسلمان شیعه به توصیف و ستایش خدای متعال پیامبر اکرم و طرفداری از تشیع و متح امیرالمؤمنین المؤمنین پرداخته است فردوسی مهر و اعتقاد خود به خاندان علی علیه السلام را آشکارا به زبان می آورد. عبدالحسین زرین کوب، ادیب و منتقد ادبی احتمال می دهد یک دلیل بیبهره بودن فردوسی از دستگاه سلطان محمود محبت و اعتقاد فردوسی به امیرالمؤمنین و خاندان ایشان باشد. فردوسی در شاهنامه اشعاری را درباره اهل بیت علیه مسلام خصوصا امیرالمؤمنین آورده است. او از جمله شاعران فارسی گویی دانسته شده که از سخنان امام علی علیه السلام الهام گرفتند. محققان به هماهنگی بسیاری میان اندیشه های فردوسی با مندرجات مهم شیعه از جمله در مسئله عقل با فصل اول کتاب اصول کافی معتقدند. چنانکه که مشهور است پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن به گورستان راه ندادند و به ناچار او را در باغ خودش واقع در شهر تابران توس نزدیک به دروازه شرقی رزان به خاک سپردند. آرامگاه او قرن هاست که زیارتگاه اهل دانش و معرفت است و با آنکه بارها آن را با خاک یکسان کرده اند مجددن از نو ساخته شده است.